بازا و صبونه برام بیاد شب که صبونه داشت برامه بزنه صبونه نیست من هم صبونه میاد. من فاطمه علی اصغری هستم، خبرنگار سایت تابناک. در ساعت‌های پایانی رای گیری هستیم. چطور بود امروز؟ امروز در واقع 13 دور ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری در واقع روز در واقع سخت و نفسگیری برای خبرنگارا بود. مشارکت تو ساعت‌های اولیه و حضور مردم فکر می‌کنم به خاطر گرما و اینا کمتر بود. اما هر چی داریم به لحظات پایانی در واقع نزدیک‌تر میشیم، حضور مردم پررنگ‌تر شده. بعد امیدواریم که اون نتیجه‌ای که در واقع صلاح مردمه، به نفع مردمه، انجام بشه. چه تفاوتایی داشتین انتخابات با انتخابات قبلی؟ مهمترین تفاوتش وجود خودت می‌کنم بیماری کرونا بود دیگه. در واقع فضای انتخابات، تبلیغات انتخابات رو تحت تاثیر قرار داد. اما یه حسنایی علارغم بود منفی این بیماری، این در واقع فرصت بیسوزه تبلیغات هم داشت و این بود که نامزدها فرصت بیشتری داشتن تا برنامه‌های خودشون برای مردم تبیین کنن. لحاظ سیاسی چطور؟ لحاظ سیاسی من فکر میکنم این دوره از انتخابات بیشتر از اینکه سیاسی باشه اقتصادی بود، چون مردم به خاطر اون مشکلات و دغدغه‌هایی که داشتن تو حوزه اقتصادی بیشتر دنبال کاندیدایی بودن که حرفشون رو تو حوزه اقتصادی و اجتماعی بزنه. فکر میکنم این دوره از انتخابات بیشتر اقتصادی بود تا سیاسی. رفیقمون انگاری خوابش برده. آره من خوابو که بیدار نمیکنن که. خدا قوت. خودتون لطف کنید بچه‌ها معرفی کنید و بگید از کدوم رسانه هستید. محمد علی اسدی ایسنا. آقای اسدی همکار عزیزمون. آقا امروز چطور بود؟ خوب بود. یه ذره فقط برنامه ها چون مشخص نیست مثلا شخصیت رو چه ساعتی میگن، یه مقدار معطلی برای عکاس ها و مردم زیاد مثلا اعلام میکردن که الان وزیر کشور میاد، میرفتیم یه ساعت معطل میشدیم، بعد دیدیم که وزیر نیومد. یه ذره این معطلیه ناهماهنگی بود. آره ناهماهنگی ها حتی خب طبیعیه تو این شرایط، ولی خب اذیت کرد بچه خبرنگار عکاس. خدا بابا شما سلامت. محمد حسین موحدی نژاد تسنیم. آقای موحدی نژاد شما امروز چطور دیدید؟ خوب بود الحمدلله، عالی بود. دیگه سطح شهر که نتونستیم بریم، فقط یه ذره صبح خورد تو حالمون که آقای روحانی اجازه نداد عکاسی کنیم رای دادنشون و بقیهش خوب بود الحمدلله. سطح شهر رو ترجیح میدین یا داخل ستاد؟ قطعا سطح شهر. سطح شهر آره. شما؟ من سعید سجادی هستم، فارس، عکاس خبرنگاری فارس. آقای سجادی امروز کاروبار چطور بود؟ کاروبار همون که آقای موحدی نژاد گفتن صبح یه ذره اصلا همون پورچ و سرم قضیه عکاسی نکردم از رای دادن آقای روحانی. بعدش هم اونها خسته کننده بود چون به شخصیت و فاصله زمانی میمدن زیاد مشخص نبود اینا که قضیه شد. احسان من احسان آریا هستم از خبرگزاری تسنیم. الان چندمین انتخاباتی که دارین پوشش میدین خودتون؟ من 92 و 96 و الان در خدمت شما هستم برای ریاست جمهوری و انتخابات مجلس و شورای عام بودم. الان انتخابات با انتخابات دو دوره قبل که پوشش دادین چه تفاوتایی داره؟ خب تفاوتش از نظر همین بحث یکیش ساعتی بود که ادامه دارتر بود، طولانی تر بودش. یکم بحث خب مشارکت بود دیگه. خب تو این 4 سال ما مشکلات اقتصادی و معیشتی زیادی داشتیم و این به نظر میاد روی مشارکت مردم تاثیر گذاشته. احتمالاً نسبت به دوره قبلی مشارکت پایین‌تر باشه. در واقع فاکتورهای سیاسی خب شاید تاثیر داشته باشه، اما در واقع طبق اون گزارش‌های میدانی که داشتیم مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بیشتر مورد توجه بوده و مردم به همین دلیل در واقع بی اهمیت بودن نسبت به موضوع انتخابات. اینجا الان ساعت چنده؟ الان ساعت 12:10 نیمه شب. آقای نور محمدیان خسته نباشی، چه خبر؟ سلام، سلامت باشی. خبری که خبرهای زیادی میتونیم داشته باشیم ولی فعلا هیچ خبر. چرا؟ چون که هنوز شمارش آرا شروع نشده، نتایج رای گیری مشخص نیست،
ما توی تهران 4 تا درگیری داشتیم، 4 تا انتخابات داشتیم که هنوز یکی دو ساعت مونده تا اتمام درگیری. انتخابات الان چطوری بوده؟ تا الان انتخابات چطور بگم؟ نگرانی که بوده، نگرانی مشارکت مردم بوده که گویا از بعد از آن یه خورده بیشتر شده که مکرر تمدید کردن میگه، یعنی حتی تا ساعت 2 بامداد هم تمدید شده. الان ما تا کی اینجا هستیم؟ ما تا 2 که هستیم رایگیری ها تموم بشه، دوباره از 2 به بعد شمارش آرا شروع میشه. فکر کنم ما تا مثلا شنبه عصر حداقل اینجا باشیم. در صورت که انتخابات به مرحله دوم نره فرق نداره، اگه بره هم خب ما میریم دوباره هفته دیگه جمعه میام اینجا و هستیم که تو شمارش آرا تموم بشه. فردا گفتن که تا قبل ظهر شنبه نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری اعلام میشه. بعد شورا هم داریم که شورا چون کاندیداها زیادن انتخاباتش معمولا شمارش آراش یکی دو روزی حداقل طول میکشه. دیگه فکر کنم اونا رو ما بریم خود وزارت کشور اطلاعیه صادر کنیم. این مهم برای ما الان انتخابات ریاست جمهوریه دیگه. آقا دست در نکنه، خدا قوت. زنده باشید، خدا قوت به خودت.